آبجی؟ نمیخوای بری به اسما خانم سر بزنی؟ این حالتش اصلا عادی نیستا؟ نمیبینی دو ساعت اصلا صداش در نیومده؟ غذاشم نخورد. پس داره چی کار میکنه؟ وایستاده پشت پنجره زل زده به بیرون. خل نشده باشه. درست حرف بزن دختر. سلام علیکم. باده بیا اینا رو بردار. چه خبر؟ اسما سلطان چطوره؟ ها؟ اومده پایین؟ خبری نیست؟ راستی آبجی پرتغال یادم رفت. به خدا خیلی نگرانم. میدونی چجوری تا اینجا اومدم؟ چیزی نشده؟ شما چرا اینجوری نشستین؟ بابا شاید زن بیچاره افتاده مرده. مسخره بازی بسه، پاشید برید سر کارتون. وای آبجی، اگه درست باشه چی؟ نه نه، اگه درست بود چشای این از ترس گرد میشد. میدونی باده جونم، بدبختی مردم واسه تون خنده داره. پاشید برید سر کاراتون، زود باشید. زود باش دختر، اینا رو خالی کن. زود باش. آها، زنگ خطر. پس معلومه اسما سلطان زنده است. نظیف، خفه شو. ببخشید خانم، منو کار داشتی؟ اینجا رو برای عروس استانبولی آماده کنین. همه جهیزیه که برای اپک خریده بودم و بیارین. همه چی رو برای اپک جدیدش رو میخرم. اپک؟ ولی خانم چجوری آقا فارو؟ مگه نشنیدی چی گفتم؟ از کی تا حالا تو این خونه رو حرف من حرف میزنی؟ وسایلای منم ببرین تو اتاق فاروق. چرا وایستادی؟ داداش من میرم دیگه. کجا پسر؟ چرا اینقدر عجله داری؟ فردا با هم میریم. یه روز بیشتر مرخصی نگرفتم. عثمان، فعلا در مورد این قضیه به هیچ کس چیزی نگو. داداش یکم دیر گفتی. اذیت نکن. مراد ازم پرسید چرا کچلوار پوشیدی. خب منم که میشناسی دیگه، نمیتونم به هیچی دروغ بگم. مرادم که میشناسی، حتما رفته به مامان گفته. ناراحت که نشدی؟ نه، اگه از خودم میشنید بهتر بود، ولی دیگه مهم نیست، درستش میکنم. برم به سرایم تبریک بگم داداش. بفرمایید. با اجازتون دیگه. داری میری؟ بله. خب البته مجبورم برم. شما هم که دیگه با داداشم میایین بورسا نه؟ آره میای. تبریک میگم. ممنونه. من رفتم دیگه. سلام، حالشون خوبه؟ مراقب خودت باش، میبینم. چشم. خداحافظ. شما اونجا چی کار میکنی؟ هیچ کاری نمیکنی. یعنی چی کاری نمیکنی؟ جدی میگم، کاری نمیکنی. خانم محترم، آدم نباید چیزی را از شوهرش پنهون کنه. بذار ببینم. عصبانی شدی؟ تو چرا اینقدر دوست داشتنی هستی؟ مگه میشه از دست تو عصبانی شد؟ وقتی بچه بودم عاشق تارکان بودم. آخر فیلمای اون اینجوری میشد. عاشق تارکان. خدا بیامرز جذاب.
من که نفهمیدم. میگه اتاق آماده کنید، پس دیگه ناراحتیش برای چیه؟ هیچی هم نمیخوره. سینیرم میبرم همینجوری برمیگردونم. آی اسم و سلطان دیگه آبجی، خدا میدونه چی تو سرش میگذره. هر کی بگه خیلی زرنگ والا. از این به بعد درد و بلای این خونه تازه شروع میشه. از این به بعد هر کی باید به فکر خودش باشه. داداش خیر باشه، چی شده؟ همون که شنیدی نظیف. داداش گفتی هر کی باید به فکر خودش باشه. آره گفتم. چی شده داداش؟ میخوان اخراجمون کنن؟ من چه میدونم ای بابا، اگه لازم باشه اون کارم میکنن. یعنی چی داداش؟ مگه میشه که تو ندونی میخوان اخراجمون کنن یا نه؟ چرا آدمو سکته میدی داداش؟ من پول لازم دارم، خیلی برام مهمه. نظیف من دنبال چیم؟ تو دنبال چی هستی؟ اومد اومد، درو باز کن. پس اخراجمون نمیکنن؟ درو باز کن، زود باش. اومدن. زود باشید دخترها وسایلو بردارید، بیارید، زود باشید. یه چیزی میگم، حواست باشه منو تنها نذاری. باشه دختر، دیگه نمیخواد اینقدر بترسی. گوش کن، همه چیز تمام شد، ما دیگه ازدواج کردیم. باشه، از این به بعد من همیشه کنارتم. از این به بعد همه چیز منی. پیاده شو. خوش اومدین. مبارک باشه. خوش اومدین. ممنونم. مبارک. خوش اومدین. مبارک باشه. سلام. خیلی ممنون. سلام، خوش اومدین. من گلستانم. سلام. 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 خوش اومدین. سلام. خوش اومدین. سلام، ممنون. عروس خانم خوش اومدین. سلام. ببین آبجی نورگل همسر داداش مصطفی است. گلستان هم همسر آقا نظیفه و اینم آسیه خانم و اینم باده خانم، کوچکترین عضو این خانواده. تو این خونه همه با هم بزرگ شدیم. ایشالا که به پای هم پیر بشید آقا فاروق. مبارک باشه. ایشالا جشن عروسی بچه هاتون آقا فاروق. با من امری دارید؟ داداش مصطفی تو صندوق یه سری وسایل هست. نظیف بودو بودو بودو. چشم آقا. مادرم خونه است؟ تو اتاقشونن. باشه بزن بریم تو. بفرما. بریم. خانوم اتاق خودشونو واسه شما آماده کردن. دیدی بی خود نگران بودی. معلومه مادرم قبولت کرده، وگرنه اتاق علکی بهمون نمیداد. این چه ربطی به اتاق داره؟ چون این اتاق. آقا فاروق. بگو آبجی نورگل. مهمون داری. آقای کد از شرکت اومدن، ظاهرن کارشون مهمه. باشه الان میام پایین. من میرم، زود برمیگردم. باشه فاروق. واقعا تو داری میری؟ اونم الان؟ آره متاسفانه. برو تو عزیزم. فاروق. برو تو اتاقمون استراحت کن، منم زود بیام. برو تو. ولی زود بیا. باشه باشه. سلام آقا. آیکوت خوش اومدی. خیر باشه. ببخشید چند تا پرونده مهم بود که برای بانک ببرم. امضای شما لازم بود. منم دیدم نیومد این شرکت، آوردمش اینجا.
مبارک باشه. ممنون، خیلی ممنون. این اتاق قلب این خونه است. از وقتی ساخته شده همه ی خانم های خونه اینجا بودن. هم عشق توی این خانواده بزرگ شد، هم ریشه های خانوادگی. مادری رو اینجا فهمیدم. وقتی من خانم خونه شدم اومدم تو این اتاق. همه پسرامو اینجا به دنیا آوردم. وقتی مامان فاروقو داد بغلم، محکم انگشتمو گرفت، جوری که فکر میکردم تا قیامت ولم نمیکنه. از پسرام همیشه عین چشمام مراقبت کردم. با اصولی که در شأن خانوادمون بود بزرگشون کردم. وقتی زمین خوردن دستشونو گرفتم، سر پا نگهشون داشتم. چرا؟ چون میخواستم نسلمون پایدار باشه. میخواستم عروسامو خودم انتخاب کنم. میخواستم خودم براشون زن بگیرم. تا به امروز که تو با فاروق ازدواج کردی، زنش شدی، اما فکر نکن عروس من شدی، فکر نکن خانم این خونه شدی. تا وقتی اینجایی خیلی خوش باش. همین که وقتش برسه، همون جوری که با امید و آرزو وارد این اتاق شدی، با یه قیامت میندازمت بیرون. اسما خانم، میدونم نذاشتن به آرزوتون برسی. متاسفم، عصبانیت شما رو درک میکنم. اما درسته، من و فاروق ازدواج کردیم و من اصلا پشیمون نیستم. شاید یه روزی برسه که بتونین دوستم داشته باشین یا به عنوان عروستون قبولم کنین. اما اگه قبولم نکنین، باید یه چیزی خاطرتون بمونه. من زن فاروقم. همین برای من کافیه. بگیر، خسته نباشی. میبینم آقا فاروق، یه موضوع دیگه هم هست. میدونید که آسم داره استعفا میده. تصفیهش رو بنویسم؟ آسم دلال خودمون؟ بله. چرا؟ نمیدونم آقا. ای بابا، تو حالا فعلا کاری نکن. نمیخواد تصفیه حساب کنی، بذار بعدم خودم باهاش حرف میزنم. چشم آقا، هرچی شما صلاح بدونید. باشه فعلا، خسته نباشید. خیلی ممنون. دیر کردی. تو خوبی؟ سرایا ببین، اگه اتاق دوست نداری عوضش کنیم. نه، اتاق قشنگی. اینجا مشکلی ندارم. اینجا خیلی اتفاق افتاده. درسته، پدر و مادرم اینجا خیلی خوشبخت بودن. ما هم خوشبخت میشیم. من برای خوشبختیمون هر کاری بتونم میکنم. عشق من، به خونت خوش اومدی سرایا. خیلی ممنون.
خیلی سخت بود. کجاش سخت؟ بالاخره کجاش سخت بود؟ فارو جدی میگی؟ به خدا راست میگم، پیرهن و تیک پاره کرده بود و ریخته بودتشون وسط اتاق. کیمت خانم چی گفت؟ چی میخواستی بگه؟ گفت جمعشون کن، یکی اومد قطع میکنم. باشه. چی شده آبجی؟ گلنسار چی میگفت؟ اینقدر تو همه چی دخالت نکن گلستان، دخالت نکن. ای وای، بودو برو برای خانومت خبرچینی کن، حالا اینگاه قرار نیست بفهمه. تو هم اینقدر نخند به کارت برس، عروس اومده تو این خونه، هنوز از شام خبری نیست. خانم جون، از خونه کیمت خانم زنگ زدند. ایپک لباسی رو که بهش هدیه داده بودین و پاره کرده، احتمالاً فهمیده آقا فاروق ازدواج کرده. فاروق کجاست؟ تو اتاقش پیش عروس خانم. میبینم که خیلی زود قبولش کردی. نه، به خاطر اون نیست، آخه زن آقا فاروق شدن. خانم جون، واسه شب چه تدارکاتی ببینیم؟ شما کارتونو بکنین، بعدن بهتون میگم. امر دیگه ای ندارین؟ میتونی بری. دخترم خوبی؟ آره خوبم. سردردت خوب شد؟ آره خوب شد. چرا اونجوری نگاه میکنی؟ خب نگرانتم دخترم، برای همین نگاهت میکنم. من چیزیم نیست، گفتم که خوبم. چیزیت نیست؟ آره چیزیم نیست، حالم خوبه، بهترم میشم. خب بعدش چی بهت گفت؟ چیزی نگفت. چی میخواست بگه؟ با دستش اشاره کرد، گفت میتونی بری. بیداد بیداد، بیچاره شدیم به خدا. ای خدا، از الان بهتون بگم خدا به دادمون برسه. از این به بعد باید خون بالا بیاریم ولی دم نزنیم، همینو بس. من میرم بیرون یه هوایی بخورم. سب کن مصطفی، هیچ جا نرو. من واسه شب چی درست کنم؟ به اون دختره چی بگم؟ کجا بشینه؟ یعنی خانم میاد پایین؟ این چه حرفیه، حتما میاد پایین. تو حالا دیدی سر میز غذا نیاد؟ تو این همه سال اینجوری ندیده بودمش مصطفی. تو چی میگی؟ به نظرت میاد پایین؟ شب بخیر. شب بخیر. چه خبر دخترم؟ خدا رو شکر همه چی خوبه. تو چطوری؟ خوبم. تو چطوری؟ خدا رو شکر علی. راستی یه چیزی،
ما باید این عروس خانم رو چی صدا کنیم؟ خب باید بگی زنداداش. همسر برادر ته باید بگی زنداداش. زنداداش چیه بابا؟ نمیشه اسمشو صدا زد؟ خب اون بزرگتر از توه، نباید اسمشو صدا بزنی. شب بخیر. شب بخیر. داداش یه سوال. تو زنداداش فاروق رو چه جوری صدا میکنی؟ سریا. دیدین؟ منم بهش میگم سریا. مراد مگه اون همسنته؟ ای بابا. شب بخیر. شب بخیر. علیکم سلام آقا فکرت. سلام داداش. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. خسته نباشی. شب بخیر. شب بخیر. سلام. بیاین دیگه. ببین ماشاءالله. پسر یواش بلد نیست احترام بذاری. بزرگتری کوچکتری گفته. تای صف اینم نوبتی شد. تای صف برو بچه. من بیچاره. ببخشید شب اولی که اومدین آشنایی جالبی نداشتی. من فکر خیلی خوشبخته. نگاه نکن الان داره با کلاس حرف میزنه. یه دیوونه یه واسه خودش. داداش دست درد نکنه. در هر صورت خیلی خوشحالم. ما تو این خونه همیشه 4 تا پسر بودیم. دیگه با اومدن شما اگه یه وقت حرفی زدیم که ناراحت شدین یا جسارت کردیم معذرت. نه اصلا مهم نیست، من خودم هم مثل یه مرد بزرگ شده. ولی الان یه خانم دوست داشتنی شدی عزیزم. لوس نشو فرو. داداش نوبتم نشد. برو برو دیگه. سلام مراد هستم. سلام. اینم همش تو پیچه. پسر جون پس گوشواره میخوای سر شوخی رو باز نکنیم؟ تو گوشواره میندازی؟ نه بابا بعضی وقتا. اینا رو نگو. این بچه رو حالا حالا ها مونده تا بشناسی. مامان از این کارت خبر داره؟ داداش تو رو خدا سی نکن دیگه. آب جون ارگل تو هم نگی، خواهش میکنم. ولی فکر کنم بهت بیاد. آره والا همه همینو میگن. خیلی خوب دیگه، وقتشه بریم سراغ غذا. سریا همین الان میخواد ما رو گشنه نگه داره. عثمان تو نمیخوای خوش آمدگویی کنی؟ ببخشید به خدا، خوش اومدیم. اشکالی نداره، ما همدیگر رو میشناختیم، شاهد عقدمون بود. تو برو غذاها رو آماده کن، من برم اسما خانوم رو صدا کنم. باشه باشه. برو. بیا تو. میز حاضر خانم. همه اومدن؟ بله خانم، منتظر شما هستن. خوبه، پس بهشون بگو برای شام نمیام. از این به بعد بدون من غذا میخورن. خانم همینو بهشون بگم؟ اگه حرفای قشنگ تری هم داری میتونی بهشون بگی نورگل. نه خانوم، حرفاتونو کلمه به کلمه میگم. پس من سینه غذا رو میارم اینجا. لازم نیست، چیزی نمیخورم. خانوم گفتن که نوش جونتون باشه و اینکه گفتند از این به بعد بدون من غذا بخوری. باشه، پس میتونیم شروع کنیم. بفرمایید دیگه، شروع کنیم نوش جونتون. کجا میری؟ میخوام واسه مامانت غذا ببرم. واسه مامانم؟ آره. بهتره این کارو نکنی. والا مامان از این کارو خوشش نمیاد. بهشون گفتم، گفتن گرسنه نیستم. بهتره شمام زحمت نکشید.
آره بفرمایید سر میز، امکان نداره بخوره. اگه مامان همچین چیزی رو قبول کنه باید بگم جنگو بردی سریا خانم. یعنی در این حد غیر ممکنه. به نظرم فکر خوبیه، کار خوبی. میشه با هم بریم آشپزخونه؟ بریم عروس خانم. داداش اگه الان مامان ببینتش چی؟ از این به بعد قراره ببینه، بذار عادت کنه. ای بلم کنم. هنوش جونتون. وای خواهش میکنم راحت باشی، شما غذاتون رو بخورین. نوشه جون چیزه چاقو و چنگالو کجا؟ تو کشو زیر اجاق. باشه برو همین الان به باده کمک کن. من چرا برم؟ برو ببینم. آی بشقا گلستان اینجا سروس خانم، ولی اونا رو برای سرویس استفاده نمی کنم. چرا؟ اینا که خیلی خوشگلن. به باده چیکار میکنی؟ میخواین غذاها رو من بذارم؟ نه خودم میریزم. میشه تو اینو بگیری؟ ببخشید چیزم دارید؟ پیاله. یه پیاله بده. باشه خیلی ممنونم. خب ولی اینجوری انگار یه جوری دیگه ای شده. انگار یه چیزی کم داره. نه چیزه دستمال اینجا. آره. خیلی خوب اینم از این. ولی فکر کنم باز هم درست نشده. نه بابا اتفاقا خیلی با مزه شد. بله بله عروس خانم، شما سلیقتون از ما بهتره. میشه سریا صدام کنی؟ بله خیلی حتما. ممنون نوش جونتون. ممنونم، خیلی ممنونم. خدا خودش به خیر بگذرونه انشالله. من دیگه میرم داداش. بشین غذا تو بخور. داداش من میرم، به خدا میترسم. الانه که دیگه خونه بره رو هوا، دست و پا میلرزه. تو رو خدا بسته دیگه نظیف، تو هم که همه عمر داری میلرزی. بیا. یکم با عجله شد میدونم، اما فقط برای شما اینطور نیست، برای منم همینطوره. من کوچیک بودم که خانوادم رو از دست دادم. همیشه گفت تنهایی بزرگ شدم. کم بوده خونه بودم و خیلی احساس میکنم. مادرم. ولی میدونم که از این به بعد شما هستی. باشه. میدونم حق با شماست. عصبانی. ناراحتین. متوجهم. اما حداقل سعی کنید دوستم داشته باشید. اگه بتونید منو مثل دخترتون ببینید من واقعا خوشحال میشم. فاروق از رسم خانوادگیتون گفت. وقتی دیدم شما نیومدین طاقت نیوردم خانم. براتون شام آماده کردم. گفتم شاید گرسنه باشی. میشه قبولش کنی؟ اون قاشق و چنگالا رو خدمتکارا استفاده میکنن.
همینطور بشقاب. تو این خونه باید قبل از غذا سوپ خورده بشه. بحث مادر بودن که برسه، من فقط مادر بچه هامم. نمیتونم کسی رو که نمیدونم از کجا اومده و اصل و نسبش چیه به عنوان عروسم قبول کنم. از اون مهمتر، به جای اینکه تو رو به آغوش بکشم و تو رو به عنوان دخترم قبول کنم، ما رو به آغوش بکشم بهتره. الانم اگه میخوای با یه دستمال اتاق رو تمیز کنی بمون، وگرنه برو گم شو. چشم، هر جور راحتی. خیلی ممنون. نوش جونتون. چی شده؟ هیچی، قضاشون رو دادم اومدم. دست درد نکنه. نوش جونتون، خواهش میکنه. یعنی هیچی نگفت؟ نه. عجب، اتفاق بزرگیه. وای آبجی. وای گلستان، چه خبرت؟ دیوونه شدی؟ ترسوندیم بابا. چرا داد میزنی؟ چیه؟ چی شده؟ قضای عروس رو گرفته. عروس داشت میخندید. باورتون میشه؟ من که نه به خدا. آها آها نه، امکان نداره. خب نمیدونم، خودش گفت دیگه. الان معلوم میشه که چه خبر بوده. اینا رو جمع کن. عروس خانم خیلی خوشحال بودند. فکر کردم غذاتونو خوردی. یعنی چی نورگل؟ عروس خانم گفتن شما قبول کردی. خوشحالم بودن. گلستان به همون گفت. خودش سر میز دیده بود. یعنی به فاروق نگفته؟ نه، اصلا جوری که اتفاقی نیفتاده باشه نشسته سر میز. خوبه، خوبه، خوبه. فردا میریم همون. به اونم بگو بیاد. حالا که میخواد به زور عروسمون بشه، باید همه رسم و رسوماتو بدونه. بخشندگیشو میخوام، میخوام با چشمام ببینم. هرچی شما بگید خانم. بهش نگاه نکنین موقع شب خونستا. غذاشو که میخوره یه جوری غیبش میزنه که نمیدونی کی رفته. پیچوندنم هنریه. خب از صبح تا شب سر کاری، حتما خسته میشی مگه نه؟ این اصلا از کار سر در نمیاره. داره واسه دانشگاه درس میخونه، اما اونم الکی. آره آره، هر سال به مامانم میگه امسال دیگه قبولم. ولی کو؟ پس چی کار میکنی؟ من تعمیرکار موتورم. یه تعمیرگاه اونجا با دوستان موتور درست میکنی. اگه یه وقتایی هم خودتو درست کنی خیلی خوب میشه مراد جون. به هم دیگه. تو چی کار میکنی؟ من تو کارخونه طراحی ماشین کار میکنم. رفیقمون مهندسن. پس یعنی پیش شما کار نمیکنه؟ آره؟ خب چرا پیش برادرات کار نمیکنی؟ از ما خوشش نمیاد. آخه عزیزم، تو اصلا دوست داشتنی نیستی. خیلی لازم نگاش کن. تو رو خدا نگاش کن.
بچه پا رو به کی داره میدی ها؟ نکن دیگه زن دادش خودت قضاوت کن با اینو میشه کار کرد تو اینجوری نبودی؟ ای این عروس اسما سلطانم یکی شبیه خودشه. آره به خدا. از روز اول حسابی خانمو عصبانی کرده. دیدی چی کار کرد؟ معلومه دختر با سیاستیه. والا شما هرچی دوست داریم بگین. ولی این دختره از دختر کیمیت هزار برابر بهتره. این همه سال تو این خونه کار میکنیم. یه بار نشنیدیم اسما سلطان بگه گلستان دست درد به من میگه دیگه چرا باید به تو بگی؟ آخه تو این خونه؟ فقط تو کار میکنی؟ ولی آبجی گلستانم راست میگه ها. مگه یادت نیست اون روز که نذاشتیم ایپک بره پیشه چی به روزمون آورد؟ اون دختر خیلی مصطفته. خدا رو هزار بار شکر این دختره اومده. چه بهتر پای اون ایپک هم از این خونه قد شد. دختر جون، انگار هنوز از ما سلطانو نشناختی. بذار کارایی که تو سرشه بکنه. اون وقت میبینی سنگ رو سنگ بند نمیشه. مامانم قضا رو قبول نکرد مگه نه؟ از کجا فهمیدی؟ چون مادرمو خوب میشناسم. تو کار درستی کردی. قدم اول تو برداشتی. حالا نوبت اونه. خیلی زود بهت یه ضربه میزنه. منتظر باش. وقتی ضربهشو زد هر جوری که دلت خواست رفتار کن. من همیشه کنارتم. اینو که میدونی. بیا بغلم بیا صبح بخیر. صبح بخیر. من بیدارت کردم. نه. حالا چرا اینقدر زود بیدار شدی عزیزم؟ کار دارم. باید برم شرکت عزیزم. امروز؟ نگران نباش. زیاد طول نمیکشه. بعد از کار میام دنبالت میریم بورس رو میگردیم. باید یکم لاغر بشی عشقم. آخه اسما سلطان عروس خوشندام دوست داری. تو چی؟ تو چه جوری دوست داری؟ تو هر جوری باشی من دوستت دارم. ای خدا آخه تو رو با این بوی خوبه چجوری بذارم برم؟ باشه برو دیگه، برو سر کارت که زودم برگردی. ببین همه چیو برام گذاشتن. بله مگه به همین راحتی هست؟ شما عروس اسما سلطان بزرگی، باید همه چی بهترینش مال تو باشه. ماشالله ماشالله خیلی بامزه است. صبح بخیر عروس خانم. صبح بخیر. اسما خانم میخوان برن حموم. متوجه نشدم. حموم اینجاست؟ نه منظورم اون نبود. شما باید بشورینش. ببخشید؟ گفتن شما باید بشورینش. نفهمیدم خودش بلد نیست بره حموم. من چرا باید این کارو بکنم؟ خب رسمه. خانم و عروس بزرگ باید بشوره. شوخی میکنی؟ این چه کاریه آخه؟ مگه همچین رسمی هم داری؟ بله حتما داریم. حالا به خانوم چی بگم؟ آبجی نورگل من خودم را شد. چشم فاروق امکان نداره من مادر تو رو بشورم. زده به سرتو. مگه دیشب بهت نگفتم مامانم یه ضربه بهت میزنه؟ آره این همون ضربه است. آیا نه جدی میگی فاروق عزیزم؟ آخه چرا اینو به من نگفتی؟ من نمیفهمم آخه من چجوری مامان تو این زن گنده است؟ من چجوری بشورمش؟ بعدش هم خجالت میکشم. همیشه قراره یعنی من بشورمش؟
نه مسلماً اینجوری نیست. این فقط یه رسم عزیزم. مامانم میخواد خلق و خوی تو رو بشناسه. وقتی هم که خودش تازه عروس بوده مادر شوهرش رو میشسته. باشه حرفت قبول، ولی حالا مثلا اگه نخوام بشورم، اگه بهش بگم نمیشورم چی میشه فاروق؟ اون برنده میشه. سعی کن بفهمی. اون میخواد جسارت تو رو بسنجه، داره باهات رقابت میکنه. البته تصمیم با خودته. تو هر تصمیمی بگیری من همیشه ازت حمایت میکنم. حالا اگه بخوام کجا باید بشورمش؟ تو حموم؟ تو حموم. آخ حموم من باید بریم. لابد هر روز همتون جمع میشید میرید حموم. واقعا جالبه. نخند فاروق، نخند. ما تو خونه حموم داریم. باشه خب. منم دیگه باید برم. نه نرو. اینقدر زود نرو، باشه یکم دیگه. نمیشه دیگه، باید برم. خیلی طول نمیکشه. همین که کارم تموم شد باید تماس بگیرم. باشه. باشه. خداحافظ آبجی. خواب عروس خانم، به خانومم چی بگم؟